در این قسمت از برنامه خواهر شهلا کتابی میهمان ما هستند که در همین مورد میخوایم با هم گفتگو کنیم. خانم کتابی بسیار خوش آمدید به برنامه ما و میتونید شروع کنید صحبتتون. با سلام به بینندگان عزیز برنامه سیمای آزادی و با تشکر از شما که منو بر این برنامه دعوت کردید. بله، ما در جریان هستیم که شما در دهه 60 خودتون از زندانیان سیاسی بودید. اگر میشه در رابطه با خودتون بگید و اینکه چه گذشت بر شما و چه تجربه‌ای داشتید. اگه اجازه بدید من در مقدمه نکته رو بگم. بفرمایید، خواهش میکنم. از اینکه شانس اینو دارم که در برنامه همیاری سیمای آزادی که در واقع همیاری قیام مردم ایران هستش خیلی خوشحالم و خیلی قدردان این هستم، چون من خودم بعد از زندان مدتی در ایران بودم و به خوبی قدر و قیمت داشتن یک در واقع شبکه تلویزیون ملی رو خیلی خوب میدونم و اینکه پیام ما، پیام مردم ایران امروز به سراسر دنیا توسط سیمای آزادی رسیده میشه. اینکه گفتم تلویزیون مستقل، دقیقاً دلیلش همین استقلال مالی این تلویزیون هست که متکی هستش به کمک‌های مردمی و این برای همه ما خیلی روشن و واضحه. من یادم میاد در دهه 60، خب اون موقع اینترنتی نبود، ما متاسفانه تلویزیون ملی هم نداشتیم و از اونجایی که خود جغرافیای ایران بسیار گسترده هستش، حتی مردم از اخبار شهرهای دیگه مطلع نمی‌شدن. ولی خوشبختانه الان به یمن سیمای آزادی این ما تونستیم 4 ماه قیام رو همه اخبار و اطلاعات و خلاصه هم انعکاسات خارج و داخل رو از طریق سیمای آزادی دریافت کنیم که این خودش واقعا جای شکر داره. بله، خواهش حالا با پوزش اگه اجازه بدید، چون تماس ها میاد ما مجبوریم. بله، این چالش رو داریم دیگه، میدونیم مجری به اصطلاح همیاری یکی از سخت‌ترین مجری هست، چون هم تماس ها وصل میشه از داخل و خارج، هم میهمانان هستن. اینکه چطوری موازنه رو حفظ کنیم این خودش یه هنریه که همه نداریم. ولی اجازه بدید به وصل بشیم به تماس هامون و با در خلالش ما این صحبت رو ادامه بدیم، چون بینندگان خیلی راغب هستن که سوالات شما رو و جواب رو بشنوم. مهدی از ایتالیا، بفرمایید. مهدی از ایتالیا، بفرمایید. مهدی از ایتالیا، صدای من رو دارید؟ صدای شما میاد بلند، بفرمایید. با سلام خدمت شما و مهمان عزیز خواهر شهلا کتابی. درود بیکران بر دست‌اندرکاران خستگی ناپذیر سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران، صدای دوست و صدای راستین هموطنانمان در گوش‌های تاریک و مخوف به زندان‌های خمینی در زیر انواع شکنجه‌های قرون وسطایی و هموطنانمان در خیابان‌های ایران عزیز. درود بر قهرمانان کانون‌های شورشی و سیوم دی روز آزادی برادر مسعود نزدیکه، انشاءالله که خداوند هر جا هست حفظشون کنه. بعد مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. 27 گورزان سیمای آزادی بر همه ملت آزاد ایران، تمام آزادی خواهان ایران مبارک باشه. قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان. برادر چون از من خواسته شده که زیاد پر حرفی نکنم، سریعتر میرم سر این قضیه که بچه ها کمک کردن. میسم 70 یورو، سیفی 200 یورو. یک هموطن
که اسمشون رو نخواستن بگن 500 یورو، کاظم 3000 یورو، مجید 100 یورو، مهدی 100 یورو، کرامت و ریتا همسرشون 3000 یورو، امیر فلورانس 250 یورو، جمع کل 7220 یورو. خدمت سیمای آزادی که برای رسوندن صدای مظلومان ایران از زندانیان سیاسی تا توی خیابونهای ایران تا شهرها همه جای ایران که این جنایتکارا دارن جنایت میکنن، این رژیم بچه کش، در صورت کمکی باشه خدمت سیما. اگر فرمایشی هست بفرمایید. تشکر زیاد میکنیم از مهدی، مهدی عزیز از ایتالیا. لطفاً سلام و تشکر ما رو به همه اون کسایی که کمک کردن، همه بینندگان، دوستان، همیاران و یاران سیمای آزادی در ایتالیا برسونید و بسیار تشکر میکنیم که به ما وصل شدید و ما تونستیم صدای شما رو بشنویم. میریم به آلمان. جمعی از همیاران سیمای آزادی در آلمان پشت خط هستن، بفرمایید. بله، از آلمان آیا همیاران هستن؟ بله، صدای ما رو دارید؟ بله بله، صداتون رو گرفتیم. ما داریم ریتم برنامه رو در سومین روز یکم تندتر میکنیم چون بسیاری پشت خط هستن و به همین دلیل ما داریم سعی میکنیم که سریع وصل کنیم. بفرمایید جمع همیاران در آلمان. با تشکر و خسته نباشید خدمت شما. ما با جمعی از هوادارا اینجا اومدیم جمع شدیم که کمک‌های جمعی شهرهای مختلف و دو سه تا شهر هستیم اعلام کنیم. من فقط خیلی کوتاه میکنم، میگم مرسی که سیما اونجاست، وگرنه مجبور بودیم تلویزیون‌های فرمایشی و دستوری رو تماشا بکنیم. من خوشحالم که با این مقاومت آشنا شدم از طریق برادرم. 40 سال پیش برادر من سال 64 به شهادت رسید. بعد کوتاه میکنم، من اسامی تعدادی از دوستانی رو که کمک مالی کردن چون تعدادشون زیاده شروع میکنم بخوندن. با تشکر. بفهمین. رحمان 1500 تا، احمد 45 تا، اسقر 50 تا، طاهره و علی بازنشسته 10 یورو، همایون بادی 50 تا، محسن و آزیتا 50 تا، رضا سات 50 تا، سامان 20 تا، یوسف 50 تا، پدرام 20 تا، پویا 20 تا، رضا پی 30 تا، امیر حسین و زینت 30 تا، وحید 50 تا، دانیل 20 تا، احسان 20 تا، محمد 5 تا، مسعود و مریم 600 تا، بهوان و مژگان 1700 تا، داوود 100 تا، پوری دوستش 10 تا، دانیل و ونسا 30 تا، ناصر و مریم 850 تا. جمعی از دوستای آلمانی من به ویداشتند یعنی به مقاومت کمک کردند. زیگلینده 50 تا، پاریبر و بربل 30 تا، اینگرید و ویلفرید 100 تا، روزماری 50 تا، منوئلا 10 تا. این دوستان، من یه زدم یه جمله با آلمانی بگم. فیلن دانک فور ایر فرتراون اون ایر شپنده. من صحبتامو میدم به برادرمون محمد. اینم محمد آقام مبالغشو اعدام کنه. با سلام خدمت شما و خدمت شما و خواهر که کلی زحمت کشیدن و سیمای آزادی
کل سیمای آزادی که از صبح تا شب زحمت میکشن و ما همیشه واقعا شرمنده زحماتشون هستیم. و من سلام میکنم خدمت رهبریمون خواهر مریم و برادر مسعود که وضع اشرف سه که تمام از اون اول تا آخر تمام زحماتی که کشیدن مو به مو ما دنبال کردیم و اراده و عزمی که داشتن ما رو راه انداختن به کل و هیچ وقت نذاشتن ما عقب بکشیم. با شهامتشون، با فداشون و کانونای شورشی، تمام کسانی که کف خیابون هستن زحمت میکشن و امیدوار هستن که ما بتونیم گوشه ای از زحمات اینا رو جبران بکنیم. با اجازتون من چند تا اسم هستش میخونم که امیدوار هستم که قابل باشه. بفرمایید. میترا 50 تا، پرهام 400 تا، شهرام 40 تا، حسن 300 تا، غلامرضا 100 تا، اسماعیل 100 تا، خودم و همسرم 900 تا، حاله دخترم 500 تا، ساسان از ویسوادن 100 تا، محسن 50 تا، فاتی خانم 250 تا، مصطفی 250 تا، فرهاد و خانوادش 500 تا، کلشون فکر میکنم جمعشون میشه 5940 تا. امیدوار هستم که گوشه ای از زحمات رو که قائل هستید برای مردم و میکشید و صبح تا شب زحمت میکشید گوشه ای یک مینیمومش رو جبران کرده باشید. بله بسیار عالی. با درود به شما و همه دستاندرکاران سیمای آزادی و که شبانه روز زحمت میکشید و با درود به مردم غیور ایران و شورشگران راه آزادی و به خصوص کانونهای شورشی که نفس رژیم رو گرفتن، من به نمایندگی از شهر آخن، به نمایندگی از طرف شهر شورشگر آخن کمک های این شهر رو اعلام میکنم، تقدیم میکنیم به کانونهای شورشی و شورشگران در ایران. آیت 1000 اورو، مهدی 100 اورو، منصور 250 اورو، محمود 3000 یورو و خود من 1000 یورو که جمعش میشه 5350 یورو تقدیم به کانونهای شورشی پیروزی از آن. با بله با تشکر و درود بر شما. با این ابتکارات زیبا اولا که جمعی وضع شدید و ما تونستیم این جمع پرقدرت آلمان رو به برنامه ما اضافه کردیم. با این شعارها اینا یک تظاهرات هم رو انداختین. بسیار عالی. و لطفاً سلام و درود ما رو به همه یاران برسونید با پوزش از اینکه ما یکم باید سریعتر برنامه ها رو از یک جا از کشوری به کشوری دیگه بریم، ولی حتماً با این یاران و با این حمایت هایی که وجود داره حتماً خدمت شما خواهیم بود در آینده با سیمای آزادی. اطلاع میدن دو تا دیگه از یاران نسرین و کریم از آلمان روی خط هستن. بفرمایید. بله صداتون میاد، بفرمایید. از آلمان نسرین و کریم. بله خدمت، صدا میاد الان؟ بله صدا شما واضح و بلند، بفرمایید. بله با سلام خدمت شما و مهمان عزیزتان و با تبریک به مناسبت 27 گلریزان همیاری.
با تشکر از شما دست‌اندرکاران سیمای آزادی که با صدق و فدا بهترین گزارش‌های واقعی را بیان می‌کنید. با تشکر از کانون‌های شورشی عزیز همراه با زندانیان عزیز که با شهامت و بیباکی با رژیم ضد بشری حکومت ملاها مبارزه می‌کنید. با تشکر فراوان از اشرفیان عزیز به ویژه جوانان اشرفی که با شهامت و شجاعت در اشرف سه با ارتجاع و استکبار مبارزه کرده و می کنند. با سلام و تشکر از رهبر کبیر سازمان برادر مسعود و رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم که شجاعانه این مبارزه را هدایت کرده و می کنند و پایدار و استوار به پیش می برد. با سلام و تعظیم به همه شهدای راه آزادی که جان خود را فدای آزادی ایران و ایرانی کرده و می کنند تا ایران را از دست حکومت ضد بشری ملاها آزاد کنند. امیدوارم همگیتان سلامت و زنده باشید و به همین زودی ها این حکومت ملاها را سرنگون کرده و ایران را همراه با آزادی خواهان به ویژه زنان آزادی ایران به آزادی برسانید. با اجازه شما میخواستم افرادی که به رسانه واقعی کمک کرده اند اعلام کنم. بله بفهمید. آقای خانوم و آقایان ماهان 200 اویرو، مریم و جواد 1700 اویرو، محمد رضا 20 اویرو، اسماعیل 20 اویرو، یک ایرانی 200 اویرو، عرفان 100 اویرو، سهیلا و بهمن 300 اویرو، سحر 500 اویرو، پرویز 1500 اویرو، فرامرز 50 اویرو، کامبیز 500 اویرو، مهیار 100 اویرو، مهدی 100 اویرو، بهرام 200 اویرو، بیژن 10 اویرو، نسرین و کریم 400 اویرو. جمعاً میشه 5900 اویرو. مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه ملا. با تشکر از شما و تمام اشرفیانی که به این سازمان پر افتخار مجاهدی کمک میکنه. خیلی ممنون. بله تشکر میکنیم از خانم نسرین و کریم برای تماسی که داشتن و کمک های ارزشمندی که کردن. لطفاً سلام ما رو به همه اونها برسونید و تشکر ویژه بکنید. خواهش اهلا، ظاهراً باید شما در بین این تماسایی که میشه به یک نحوی ما گفتگو با شما رو پیش ببریم. من سوالم بیشتر این بود که شما مشابهت قیام فعلی مردم ایران رو با زمانی که خودتون فعال میکردین بگین و اینکه این رژیم چرا اینطوری اعدام میکنه، چرا دست به اعدام میزنه و آیا این اعدام ها تأثیری داره در قیام مردم یا نه. حالا شما در بین این تماسایی که هست اگه بتونید اینو برای بینندگان توضیح بدید بسیار ممنون میشه. بله درسته. من بخوام اگه به یه نمونه تاریخی مثال بزنم، روز 30 خرداد، من تو 30 خرداد 15 سالم بود و مدرسه میرفتم. وقتی که تظاهرات سراسری 30 خرداد اعلام شد، با چند تا از دخترهای دیگه که همسن و سال بودیم، در واقع میلیشیاهای اون دوران بودیم، با همدیگه رفتیم برای تظاهرات و وقتی که به خیابون ولیعصر رسیدیم، اونجا در واقع پاسدارا و چماق به دستا حمله کرده بودن و درگیری ها شروع شده بود که ما شعار میدادیم و اینا حمله میکردن که در واقع بتونن بچه ها رو بگیرن و تو ماشینا میذاشتن و میبردن، یعنی دستگیر میکردن. که من خوب یادمه ما چند نفره با هم دیگه جمع می شدیم، همین دخترایی که بودیم، به هر قیمت که بود اینا را از چنگ پاسدارا خلاص می کردیم و در واقع نجات می دادیم. یادمه نزدیک میدون فردوسی بودیم که وقتی که یه دختری رو نجات دادیم، همین که من برگشتم دیدم یه گله ای از پاسدارا داره به سمت ما می دوه که بیان ما رو دستگیر کنن، که ما از همونجا در واقع رفتیم یه خیابون فرعی، یه پیرمردی اونجا بود، مغازه دار بود، که سری ما رو راه داد، یعنی درای خونه ها، درای مغازه ها به روی همه باز بود، که ما رو اونجا پنهان کرد و بعد از اینکه پاسدارا رو رد کرد رفت، ما اومدیم بیرون. وقتی که اومدیم بیرون دوباره جمعیت جمع شده بود، در واقع دوباره شروع کردیم به شعار دادن. حالا میخوام بگم این شباهت دقیقاً همین الان تو خیابونای کف خیابونای شهرهای ایران اتفاق میفته، یعنی جمعیت جمع میشن، اعتراض میکنن، شعار میدن، به محض اینکه در واقع نیروی انتظامی و این لباس شخصی حمله میکنن،
اینا اگرچه پراکنده میشن ولی دوباره جمع میشن و در واقع این تظاهرات رو شکل میدن. یا صحنه‌های خیلی زیادی دیدیم که دارن جوانای دیگر رو از دست این پاسدارا نجات میدن. یعنی در واقع همون صحنه‌هایی که در دهه 60 توی خیابونا اتفاق میافتاد، همین اتحاد، همین همبستگی و همین در واقع شور و اشتیاق برای قیام و آزادی توی خیابونای تهران در واقع و شهرهای دیگه جریان داره که خوشبختانه سیمای آزادی علارغم اینکه در واقع در داخل ایران رژیم خیلی سانسور شدید گذاشته و فیلترینگ گذاشته و نمیذاره اخبار به مردم برسه، ولی این 4 ماه قیام مستمر اخبار سری و زنده به همه مردم ایران رسیده و این خیلی جای در واقع تقدیر از سیمای آزادی داره. بله، اگه بشه به این موضوع اعدام ها امروز خیلی مطرحه. بله. و رژیم دست به چنین اعدام های جنایتکارانه زده، به نظر شما رژیم چرا این اعدام ها رو میکنه؟ واقعیت اینه که وقتی که دیکتاتور شروع میکنه به دستگیری، شروع میکنه به شکنجه و اعدام، این در واقع یک هدف بیشتر نداره، میخواد ترس و وحشت رو بیاره بیرون از زندان در جامعه بین مردم و میخواد که اتفاقا از قصد میخواد مردم رو زمینگیر کنه و منکوب کنه. ولی ذهی خیال باطل، به دلیل اینکه در ایران به یمن وجود سازمان مجاهدین و تجربه تاریخی که از زندانهای دیکتاتوری زمان شاه داشته، در ایران، در سراسر ایران الان زندانها تبدیل شدن به دانشگاه‌های مقاومت و ما نمونه‌ها و فاکت‌های زیادی از این موضوع داریم. بله. و در واقع به هدف خودش نرسیده. مثلا اگر بخوایم در واقع پیام مقاومت رو داده. بله. مثلا تو خود زندان اوین، لاکان رشت بود، زندان قزلحصار بود، در تعادل قوای کاملا نابرابر زندانی ها توی زندان شروع میکنن به شعار مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه ای دادن. یا مثلا در واقع خوبه اینجا یاد کنم از خواهرای شهیدم که در قتل عام سال 67 سربدار شدن، خواهران عزیزم ناهید جلیلی، رقیه اکبری منفرد، رضیه آیت الله زاده شیرازی و مریم گلزاده قفوری اعظم طاق‌دره. اینها درست شهید شدن ولی اینها در واقع اسم و رسمشون در جامعه هست. شما نگاه کنین وقتی که سران رژیم به زندان میرن تو دانشگاه‌ها میخوان برای خودشون در واقع یه چیزی به دست بیارن، در مقابل یک سوال مشترک قرار میگیرن و دانشجوها بهشون میگن داستان 67 چی بود؟ برای چی شما این هم از جوانای ایران رو اعدام کردین؟ و علت چی بود؟ چه گناهی داشتن؟ یعنی این خودش شده یک موضوع حسابرسی از دشقیمان این رژیم کثیف. یا برای نمونه بخوام بگم خانم مریم اکبری منفرد مگه چی میگه؟ بله خانم که بله. ببخشید دوباره مثل که تماس ها هست. بله. مهدی از سوئد بفرمایید. آقای مهدی از سوئد، آیا صدای ما میرسه؟ الو. بله بفرمایید، منتظریم. سلام عرض کردم. بله بله، تصویر شما هم داریم. بله. سلام عرض کردم بعد بهروز خدمت شما و خدمت خواهر مجاهد خانم شهلا کتابی. خیلی ممنونم که این وقت رو در اختیار من گذاشتید. اجازه بدید به سهم خودم گرامی بدارم یاد تمامی شهدا و رهروان راه آزادی کشور اسیر و در بندمون رو، مخصوصا از انقلاب مشروطیت تا به حال، و همچنین با درود احترام به تمامی زندانیان سیاسی در زندانهای رژیم جنایتکار آخوندی. من قبل از اعلام همیاری اگه امکان داشته باشی یکی دو دقیقه در رابطه با فهمم از سیمای آزادی خدمت شما و بینندگان عزیزتون چند جمله بگم. البته از وجوه مختلف میشه به این مسئله نگاه کرد، ولی اگه برداشت خودم و درک خودم رو توی این مقطع بخوام خیلی خلاصه بگم،
همچنان که مردم در استمرار انقلاب و جنبش و قیام برای آزادی فریاد میزنند، قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان. سیمای آزادی در واقع مصداق راستین قسم به خون یاران، صدای رسای شماییم تا پایان. صدای یاران و مردمی که در تاریخ معاصر ایران طی 120 سال برای نیل به آزادی جانفشانی کردند، برای رسیدن به یه حاکمیت مردمی بدور از هر گونه استبداد در هر شکلش، چه از نوع شاه و چه از نوع شیخ. در واقع سیمای آزادی در این بازار آشفته رسانه‌های ارتجاع و استعمار این رسالت رو داره که به عنوان یک رسانه ملی و مستقل در واقع وفادار آرمان‌های مردم هست و جلوگیری می‌کنه از انحراف و به مصادره در اومدن انقلاب از طرف ارتجاع و استعمار. و این رسالت رو شب و روز در واقع به دوش گرفته و در این مسیر فعالیت میکنه. در واقع سیمای آزادی سیمای قیام هست و چقدر غرور آفرین و چقدر غرور آفرین هست که به چنین رسانه‌ای از جان و دل کمک کرد و پشتیبان آن بود. در یک کلام زنده باد انقلاب دموکراتیک مردم ایران. اگه اجازه بدید در اینجا کمک‌هایی رو که به من محبت شده که خدمتتون بگم بخونم. بفهمید. ممنونم. مهدی قباد 20,000 کرمان از خواهر و برادر و خانم و آقا با اجازهتون فاکتور می‌گیرم. مهدی قباد 20,000 کرون، ناینی 1,000، یک هموطن 1,000 کرون، محمود 1,000، عباس شیرازی 300 کرون، فرهاد کرمانشاهی 2,000 کرون، ابراهیم محمدی 5,000 کرون، حمید وحیدی 2,500 کرون، سورنا 1,000 کرون، سیروس 500 کرون، سهیلا و مهدی 50,000 کرون، آرش 1,000 کرون، رحیم 300 کرون، باز رحیم 200 کرون، فرانک 500 کرون، داریوش 500 کرون، قدرت 1,500 کرون، علی نون 2,000 کرون، شاهین 500 کرون، سیروس 1,000، ملکه 10,000 کرون، سلطان 1,000 کرون، ارهام و فرهاد 2,000 کرون، احمد رضا 1,000 کرون، مادر سارا 1,000 کرون، شهین و شمیم مشکین فام 10,000 کرون، پایده قاسمی 25,000 کرون، حمید بخارایی 50,000 کرون، رضا و زینت 5,000 کرون، داوود رحیمی 1,000 کرون، فتانه و شاپور 15,000 کرون، مرتضی حبیبی 12,000 کرون، محسن 4,000 کرون و هموطنی به یاد نیکا شاکرمی 1,500 کرون که فکر کنم در مجموع 230,300 کرون هست که خدمت سیمای آزادی تقدیم میشه. خیلی ممنون و متشکرم از اینکه این وقت رو در اختیار من گذاشتید. ما از شما بله تشکر میکنیم. مهدی عزیز از سوئد و جمع پرقدرت سوئد، لطفاً تشکر ما، قدردانی ما و سلام و درود ما رو به همه اون نفراتی که گفتید برسونید. ما منتظر تماس‌های بعدی شما هستیم که بتونیم در برنامه‌های سیمای آزادی هم همچنان این بحث‌ها رو ادامه بدیم. اما میریم به ایتالیا. به خانم الهام از ایتالیا بفرمایید. سلام، صدای منو دارین؟ بله صدای شما رو داریم، تصویرتون هم داریم، بفرمایید. سلام عرض میکنم خدمت عزیزان سیمای آزادی، خواهر عزیزم خواهر شهلا، به همگی شما خسته نباشید میگم و درود میفرستم به مردم شجاع ایران، مردم قیام آفرین ایران، کانونهای شورشی و به همه عزیزانی که به خانواده های داغداری که عزیزانشون رو از دست دادن در این 44 سال درود میفرستم و با اونا همدرد هستیم. و میخواستم در مورد همیاری بگم که به نظر من همیاری علت برگزاریش این هستش که
نشون دهنده اعتماد بین مردم هست و تلویزیون مردمی، یک تلویزیونی که مستقل هست، به هیچ جایی، به هیچ قدرتی وابسته نیست جز تمام اتکاش به نیروی مردمی و حمایت هواداران هستش و نشون دهنده استقلال این تلویزیونه. هم اعتماد و هم استقلال دو اصل مهم هست که منجر به برگزاری همیاری میشه و تنها تلویزیونی هستش که صدای مردم محروم و ستم دیده، به خصوص مردم که تحت ستم مضاعف بودن، مردم عزیز بلوچستان، کردستان و شهرهای دوردست ایران که چه در زمان شاه و چه در زمان شیخ همیشه مورد ستم مضاعف بودن. من جز سیمای آزادی تلویزیونی رو ندیدم که بدون سانسور صدای این عزیزان رو هم به گوش دنیا برسونن. برای همین خیلی مفتخر هستیم همه ما که به یک طریقی بهایی بپردازیم برای آزادی ایران و برای قیام و مقاومت، و همیاری خودش روشی هست به نظر من برای اینکه یک قطره کوچکی باشیم در این دریای بیکران و کمکی بکنیم به مردم عزیزمون و اینجا در کشورهایی که به اینترنت در کشورهای آزاد که به اینترنت دسترسی داریم، به یه طریقی بتونیم صدای مردم ستم دیده ایران رو به گوش دنیا برسونیم. هرچند که قیام این قیام اخیر که 4 ماه ادامه داره با بلندترین فریاد صدای خودش رو به گوش همه دنیا رسوند. شجاعت و رشادت مردم و جوانان ایران، به خصوص زنان پیشتاز و کانونهای شورشی، به بهترین نحو صدای قیام و انقلاب مردم ایران رو به گوش همه دنیا رسوند و هر دستاوردی که داریم از نظر بین المللی و حمایت‌های بین المللی فقط به خاطر خیزش انقلابی مردم ایران هستش. من وقت شما رو بیشتر نمیگیرم، یه کمک اشرف نشانان و دوستان عزیزمون در ایتالیا رو اعلام میکنم. کمک جمعی مبلغ 7200 یورو هست، عبدالله 700 یورو، دکتر نریمان 2000 یورو، حمید خلعتبری 1500 یورو و دکتر جواد 3000 یورو. با تشکر از شما. تشکر از شما خانم نیکزاد و کمک های ارزنده ای که داشتید. به کلیه دوستان هم سلام ما برسونید، براشون آرزوی موفقیت داریم. از ایتالیا میریم به هلند. خانم اشرف از هلند، با توجه به اینکه به زمان خبر داریم نزدیک میشیم، اگر بتونیم سریع وصل بشید در حد 1 دقیقه، خانم اشرف از هلند الان زمان داریم. سلام، صدای من میاد؟ سلام، بله صداتون میاد، بفرمایید. با سلام خدمت شما و همه دست‌اندرکاران سیمای آزادی و با درود به روان پاک شهدا و همه شهدا و همه زندانیان سیاسی در داخل، من به علتی که وقت کم هست و به علت ضیق وقت سعی میکنم که سریعتر برم و این مبالغ رو اعلام بکنم. بفهمید. هادی و علی 1000 یورو، مهدی و ناهید آزادمنش 600 یورو، بهروز سید عباس 500 یورو، اختر 25 یورو، فاطمه اقبالی و یوهان 700 یورو، صدیقه 100 یورو، حسن عباس‌زاده 850 یورو، نیره لسانی 250 یورو، حسین بدیعی 200 یورو، فاطمه علیپور 20 یورو، محمد و ثریا محبی 500 یورو، علیرضا دلیران 300 یورو، احمد
جوکار 130 یورو. از ایران زندانی سیاسی سابق به یاد همرزم خودش منوچهر صامتی 100 یورو، امید 50 یورو. زندانی سیاسی سابق از ایران به یاد نوید افکاری 30 یورو، بهروز 200 یورو، اصغر سعدی دوست 100 یورو، بیژن 500 یورو، بهرام رنجبر 100 یورو، عباس و مهین و میترا که یه خانواده هستن، خانواده سعدی دوست 200 یورو و یه هموطن دیگه هم به یاد محسن شکاری 200 یورو. خودم هم، خانواده خودم هم 1200 یورو. بله، تشکر میکنیم از خانم اشرف از هلند با پوزش اینکه وقتمون بسیار تنگه. خدمت بینندگان عزیز، در اینجا این قسمت از برنامه همیاری رو به پایان میبریم و بسیار تشکر میکنیم از خواهرمون شهلا کتابی. با پوزش که نرسیدیم، که فرصت ها نبود که بقیه صحبت ها رو بکنیم، ولی انشاءالله در آینده بتونین شما این تجارب خودتون رو برای بینندگان ما بدیم. بینندگان عزیز، در اینجا این قسمت از همیاری رو تمام میکنیم. خبرها رو میشنویم، ولی همچنان برنامه همیاری رو سایر همکارانم ادامه خواهند داد. خدا نگهدار.